رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وصلى الله على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. أما بعد، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن مسعود، إذا عملت عملا فعمله لله خالصا، لأنه لا يقبل من عباد الأعمال إلا ما كان له خالصا. سلامتی وجود مقدس امام زمان ارواح له الفدا صلوات. خب، قبل از اینکه وارد بحث شویم، خدا رو شاکرم که توفیق داد در این مدت کوتاه توی این جلسات شرکت کنم و از اساتید بزرگوار استفاده کنیم. انشاءالله که خداوند به توفیقات همه من و شما و اساتید محترم و کسانی که زحمت کشیدن و این زمینه رو فراهم کردن بیفزاید انشاءالله. خب، چند دقیقه که خدمت شما عزیزان هستم، میخوام درباره اخلاص چند کلمه به عرضتون برسونم. برای این که فکر کردم مسئله اخلاص خیلی مهمه در همه جاها و در همه مردم و مخصوصا برای من و شما که قدم گذاشتیم در راه خدمت به دین و خدمت به راه حق، یعنی بر ما طلاب خیلی مهم است. اگر ما اخلاص نداشته باشیم، نمیتوانیم اون وظیفه‌ای که به ما محول شده به طور احسن انجام بدیم. پس برای من و شما مسئله اخلاص خیلی مهمه. انسان اگر اخلاص نداشته باشه، هیچ وقت نمیتواند اون کار را که برای خودش در نظر گرفته و راه را که میخواد بره انجام بده. چرا؟ چون وقتی انسان اخلاص نداشت، نمیتواند کارهایی را که برای دین باشد و برود انجام بدهد. چون که وقت اخلاص نبود، چیزهای منفعت شخصی به وجود میاد. من اگر بخوام یک جایی کار را انجام بدم، دیگر نمیتوانم اینجا از من مصلحت دین را در نظر بگیرم. به همین خاطر حدیث را که عرض کردم از رسول، از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که میفرماید: یا ابن مسعود، اذا عملت عملا فعمله لله. اگر میخواین یک عملی را انجام بدهین،
باید برای خدا انجام بدهیم، یعنی اینکه اخلاص داشته باشین در کارتون. وقت اخلاص داشته باشی دیگر برات مهم نیست که دوست ناراحت شوه یا همسایه ناراحت شوه یا کسانی که اونجا هست از حرف من و شما خوششون نیاد. اون وقت ما چرا در نظر میگیریم؟ خدا را در نظر میگیریم. رضایت خدا برای ما مهم میشه. تا زمانی که اخلاص نباشه ما هیچ وقت نمیتونیم رضایت خدا را در نظر بگیریم. پس اینجا است که میفرماید فعمله لله، یعنی ما اگر زمان در امور زندگی ما در کارهای خودمون خدا را در نظر گرفتیم، اون وقت میتوانیم به طور احسن وظیفه خودمون انجام بدیم. پس مسئله اخلاص مخصوصا برای ما طلبه ها خیلی مهم است که ما اخلاص داشته باشیم. تا زمانی که ما اخلاص نداشته باشیم هیچ وقت موفق نخواهیم شد در کارهایمون. خب حالا این اخلاص از کجا باید بفهمیم که اخلاص داریم یا نداریم؟ ما رو شما اگر دنبال یک کار می رویم، یک عمل رو می خواهیم انجام بدیم یا یک کار خیر می خواهیم انجام بدیم، یک لحظه اگر فکر کنیم بگیم من این کار را انجام نمیدم، ببینیم که اون محرک و اون چیزی که من و شما را تحریک میکند که این عمل را انجام بدیم چیه؟ اگر چیزهایی بود که مربوط به منفعت شخصی انسان میشود، پس معلوم میشود که ما در کارمون اخلاص نداریم. ولی اگر این محرک و این چیزهایی که ما را تحریک میکند این که ما این کار را انجام بدهیم محضاً لله بوده، یعنی رضایت خدا بوده و رضایت ائمه معصومین بوده، پس عمل ما حتما به خاطر اخلاص. از استاد امام خمینی حاجی مرزا جواد آقا هستن که می فرماین که خیلی بر مجلس روزه علاقه داشتن، همیشه وقت می رفتن. یک روزی می فرماین که مجلس روزه که می رفتن در راه خودش به فکر افتاد که من این مجالسی که می روم آیا به خاطر خدا می روم یا کدام چیز دیگه هست که محرک هست که من برم در این مجالس. می فرماید چند دقیقه که فکر کرد برگشت، سوال کردن چرا برگشتی؟ فرمود من جاهای روزه زیاد است در این مناطق ولی من همیشه به یک روزه میروم. پس این یک روزه ای که میروم، خب عامل اصلی این که من همیشه وقت بر یک روزه میروم، فهمیدم که این روزه رفتن من خالصا لله نبوده. یعنی علاوه بر این که من روزه میروم منفعت شخصیم در این وسط دخالت داشته. پس ما همیشه وقت باید تلاش کنیم و در تلاش باشیم که اول اخلاص در کارهایمون داشته باشیم. چون اگر ما زمان اخلاص نداشته باشیم قدم برداشتن ما در راه دین اصلا معنا ندارد. یعنی اینکه معنا ندارد به این معنا که ما نمیتوانیم اون کار رو که خدا از ما خواست انجام بدیم.
وقتی کار ما زمانی که اخلاص نداشته باشیم، مهم چیزهای برای من میشه، رضایت دوستان میشه، رضایت صاحب مجلس میشه، رضایت کسایی میشه که برای ما مهم است، نه رضایت خدا. پس ما اولین چیزی که نیاز داریم برای تبلیغ دین همین است که کارهای ما باید طبق رضایت خدا باشه. یک داستان از آقای قرائتی، به نظرم وقت تمام شده، عرایزمو همینجا به پایان میرسونم. بر محمد و آل محمد صلوات.